کتاب من سبز می شوم میوه می دهم انجیر که 5 سال پیش توسط انتشارات گردون در برلین منتشر شده بود، این روزها به زبان عبری با ترجمه مژگان نوی روانه کتاب فروشی ها در اسرائیل شده. از پیام فعلی، نویسنده جوان این کتاب، قبل از هر چیز در رابطه با عنوان این رمانش می پرسم. راستش در مورد عنوان کتاب ها، این یه چیزیه که خیلی همیشه خود به خودی اتفاق میفته. یعنی ضمن نوشتن یه کار یه موقع به یه جایی برمیخورم، به یه پارهی برمیخورم که احساس میکنم این میتونه معرف یا عنوان مناسبی باشه برای چیزی که دارم در اون لحظه تولید میکنم. خیلی اتفاقیه، هیچ ایده خاصی ندارم که قبلش چطور عنوانی باشه، خیلی اتفاقی. آقای فعلی، این کتاب 5 سال پیش زمانی که منتشر شد یک بازتاب بسیار خوبی در رسانه‌های ایرانی خارج از کشور داشت. خب راستش این اولین نوشته من نبود. من قبل از این 2 تا کتاب دیگه منتشر کرده بودم، یه مجموعه شعر در ایران و یک داستان بلند رو هم در امریکا. منتها خب واقعیت اینه که اینا واقعا دیده نشدن، به خصوص رمانی که در امریکا در اومد اصلا واقعا دیده نشد به خاطر سیستمی که ناشر داشت یا هر دلیل دیگه ای. اما خب فکر میکردم، یعنی انتظار داشتم که به هر حال این کار جلب توجه بکنه. منتها این میخوام بگم این کششی که نسبت به این کتاب پیدا شد یه چیز به نظر من اصیل و طبیعی نبود. یعنی واقعا اگه توی سایت ها، رسانه ها، تلویزیون در مورد این کتاب سرچ کنید، فقط یه تعداد مصاحبه هایی رو میبینید که با خود من انجام شده و فقط میتونم بگم یک نفر در مورد این کتاب یک نقدی نوشت. یعنی میخوام بگم چیزی که اتفاق افتاد برای این کتاب در اثر تعامل خودم با رسانه ها، و الا به لحاظ منتقدین یا کسایی که بخوان کار رو تحلیل کنن یا معرفی کنن هیچ اتفاقی عملا نیفتاد. توی 5 سال یک نقد در مورد این کتاب نوشته شد. البته خب رسانه ها نقش مهمتری رو شاید نسبت به منتقدین ایفا بکنند، چون مردم، اونایی که کتاب میخرند و میخونند، بیشتر از طریق رسانه ها و گزارش ها در مورد یک کتاب به سمت اون جلب میشن تا با خواندن یک نقد. درسته، از این بابت میگم در این مورد من تعامل داشتم و این اتفاق افتاد. اما به هر حال یک کتاب وقتی منتشر میشه لابد طبیعی اینه که در بستر هر زبانی که هست منتقدا به اون واکنش نشون بدن، به خصوص اگه یه مقدار، شاید این کار من یه مقدار زیاد در عرف داستان نویسی فارسی نبود، پس خیلی راحت میتونست بهش توجه بشه. میخوام بگم یک طرف قضیه غایب بود، یعنی من به عنوان نویسنده و کسایی که کار رو خوندن و مخاطبای این کار بودن، ما با هم تعامل داشتیم، اما یک طرف موضوع غایب بود که نقد و معرفی تو رسانه ها از جانب کسان دیگه غیر از خودم. کتاب های ادبیات معاصر ایران که به زبان عبری ترجمه شدند انگشت شمارند. شما با اونها تماس گرفتید یا اینکه اونها خودشون این کتاب رو پیدا کردند و با شما تماس گرفتند؟ نه، اونها به سراغ من نیومدن طبیعتاً، و همچنین مترجم هم، چون که مترجم و ناشر معمولاً وقتی توجهش به یک کار جلب میشه که اون کار در زبان خودش کار خودش رو کرده باشه و دیده شده باشه، خب در مورد کتاب من اتفاق نیفتاد. بنابراین من خودم با مترجم مژگان نوی تماس گرفتم چند سال پیش و کتابم بهش معرفی کردم و او پذیرفت و ترجمه کرد و تونست ناشری برای این کار پیدا بشه که الان برای کارهای دیگر هم میخواندن که کتاب بعدی رو هم برای ترجمه و نشرش بسپارن.
این کتاب خب در رسانه های اسرائیلی تونست انعکاس خوبی پیدا کنه. شما انتظارشو داشتین؟ اما خب این کتاب نسبت ویژه‌ای با اسرائیل داره و من تعجب نمی‌کنم اگه خیلی، شاید مثلا اگه در زبان انگلیسی یا هر چیز دیگه منتشر بشه، مردم اون زبان اینقدر احساس نزدیکی نکنن با نثر من یا با این داستان که در اسرائیل منتشر شده، چون به هر حال اونجا یک جایگاه خاصی اون سرزمین داره توی تخیل و روان من و میتونم بگم خیلی بی که هیچ وقت اونجا رو دیده باشم، ملهم از فرهنگ و اسطوره اون سرزمین خیلی وقتا این کتاب رو نوشتم و خیلی که شفاهن نظر می دادن فکر می کردم که یه موقع هست و مثل من نزدیک به متن تورات، بنابراین می تونم درک کنم که مردم اسرائیل واکنش بیشتری نشون بدن و احساس نزدیکی بیشتری بکنم با این کار. در حاشیه انتشار این کتابم یک کمپین و کارزاری در اسرائیل به نوعی راه افتاده که خواهان این هستند که مقدمات سفر شما به این کشور آماده بشه. به هر حال همیشه دلم می‌خواسته اونجا رو ببینم و اینکه الان دیگه بعد از کار کتاب و اینا این کمپینی که می‌گین مرتبط با کتاب هم هست که من بتونم یه دو سه ماهی بعد از نشرش بتونم اونجا باشم و برای کار پرزنت و معرفی و کتابخوانی و اینجور چیزا بکنم شرکت بدم. این خوبه که بتونم بعد از نشر این کتاب خودم هم اونجا باشم در محافلی که برای اینجور چیزا در نظر میگیرن و کارمو پرزنت کنم، معرفی کنم. با سپاس فراوان از همراهیتون. خواهش میکنم.